کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در گزارشی گفته که اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان در آستانه زمستان بحران بشری را در افغانستان عمیق‌تر می‌کند. بر اساس گزارش ها از زمان تمام شدن مهلت اخراج مهاجران تا کنون بیش از 350 هزار مهاجر افغانستانی از پاکستان اخراج شدند و تعداد افرادی که همه روزه اخراج می شوند و به کمک نیاز دارند در حال افزایش است در همین حال، مؤسسه حمایت از کودکان سیف چیلرن میگوید که هزاران مهاجر افغانستانی که در هفته‌های اخیر از پاکستان بازگشتند، با بیماری‌های جدی از جمله اسهال، روی روبرو هستند که به سرعت در حال تشدید است. این مؤسسه در تازه ترین گزارش خود گفته که در ماه گذشته بیش از سه هزار مورد عفونت حاد تنفسی و هزار دویس مورد اسهال در میان کودکان در مراکز بهداشتی این سازمان گزارش شده است مؤسسه حمایت از کودکان گفته است که 80 درصد افرادی که به افغانستان باز می‌گردند زنان و کودکان هستند و تقریبا از هر چهار مراجعه کننده یک کودک زیر 5 سال و بیش از 100 درصد 60 درصد از مراجعه کنندگان کودکان زیر 17 سال و پایین‌تر هستند. همزمان سازمان جهانی بهداشت هم از خطر شیوع بیماری ها انتقال ویروس کووید 19 و فلج کودکان در جریان روند بازگشت مهاجران به افغانستان ابراز نگرانی کرده است.